سلام به تک تک مردم سرزمینمون. درود به همه شما فارسی زبونا هر کجای دنیا که هستین. من پوریا همراه نسیم اولین مهمونای نوروزیتون شدیم تا کنار سفره هاتون قشنگترین لحظه ها رو با هم شاد بگذرونیم. تو این ویژه برنامه نوروزی با بخش‌های متنوعی همراهتونیم. ویژه برنامه گرینگو، مصاحبه با یکی از دیجی‌های رادیو جوان، بخش یاد بود، تاپ 10. با هم تبریک‌های نوروزی هنرمندای محبوبمون رو می‌بینیم. این وسط هم به بازارا و جاهای دیدنی ایران سفر می‌کنیم. براتون خبرهای خوب از تهیه و ساخت فصل جدید برنامه‌های پرطرفدار سال گذشته‌مون داریم. ایدی و قرعه کشی و جوایز چالش سفره هفت سین داریم و کلی برنامه جذاب و جدید و متفاوت و با حال و پر انرژی مثل خودتون. ممنون که تو بهترین لحظه هاتون ما رو انتخاب کردین و همراهمونید. میدونین که رادیو جوان سال هاست که با خوانندگان قدیمی و جدید همکاری میکنه و ما خوشحالیم که افتخار داشتیم تا خیلی از کارهای هنرمندای خوبمون رو پخش کنیم و خیلی از این آرتیست ها رو هم لیبل کنیم. هنرمندایی که تو این سالها از کاراشون لذت بردین و دنبالشون کردین براتون یه هدیه نوروزی دارن. اولین عیدیمون به شما تبریکای نوروزیه که ویژه رادیو جوان ضبط شده و تو قسمت‌های مختلف برنامه براتون پخش میشه. بریم بخشی از این تبریکا رو ببینیم. سلام به همه شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو جوان، آرش هستم. می‌خواستم سال نو رو بهتون تبریک بگم. بهترینا رو براتون آرزو می‌کنم و به امید دیدار هر چه زودتر. سلام به همه شما رادیو جوانی عزیز. سال نوتون مبارک. عاشقتونم. امیدوارم امسال بهترین سال باشه براتون. بهترین سال براتون آرزو میکنیم. ما هم آماده شدیم، داریم میریم روی استیج برای کنسرت. خیلی دوستتون دارم، جای همگیتون خالی. بهترین سال براتون آرزو میکنیم. Love you. درود به شما بینندگان خوب تلویزیون رادیو جوان، کامران هستم. سلام به همه دوستان، منم هومن هستم. اینجا دوست داریم از صمیم قلب یه آرزو براتون بکنیم. هر چیز خوبه تو دنیا برای سال جدید خودمون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. دوستتون داریم، عیدت مبارک باشه، به امید دیدار. انشالله امسال در ضمن تو ایران بیایم و کنار شما باشیم و یه وقتی کنسرت هم گذاشتیم اونجا. انشالله آرزو ما هست. دوستتون داریم. Love you guys. رادیو جوان همیشه شما مخاطب‌های عزیز رو کنار و همراه خودش داشته. ممنونیم که کارامون رو تو اپ و سایت و تلویزیون دنبال می‌کنید. تو سال 97 اپ و سایت رادیو جوان میلیون‌ها بازدید کننده داشته. امشب 10 تا از پربیننده‌ترین ویدیو کلیپ‌ها رو انتخاب کردیم و تو طول برنامه از شماره 10 تا 1 براتون پخش می‌کنیم تا یه بار دیگه کنار هم لذت ببریم. بریم کلیپ 10 و 9 رو ببینیم. برای دو
داشتنم گاهی به دوست داشتن تظاهر کرد، خیال کرد جای خالی رو میشه با حرف زدن پر کرد. میتونست چی بشه چی شد، میتونست چی بخواد چی خواست، اون از تمام دوست داشتن فقط داشتنشو میخواست. مسیر رو اشتباه میرفت، تلاشش بی هدف میشد، بهش فرصت زیاد دادم. امسال برنامه طنز و پرطرفدار گرینگو رو داشتیم که همچنان ادامه داره. به خاطر همین تو برنامه امشب دعوتش کردیم تو دو بخش همراهمونه. سلام گرینگو، پیشاپیش عیدت مبارک، چه خبر؟ سلام قربونتون برم، پیشاپیش عید شما هم مبارک باشه. کاش الان من اونجا بودم، چقدر باصفا. والا من که دیگه همش درگیر خونه تکونی دیگه، خودتون میدونید دیگه، و پیدا کردن 7 سین. الان 3 سین کم دارم، یعنی دیگه نمیدونم با چیکار کنم. باید برم سوسن و سپیده و سارا و سحر و ستاره و سمین و اینا رو همه رو پیدا کنم بیارم پای سفره. البته الان بیشتر از 3 شده، ولی خب دیگه چیکار میشه کرد؟ خب گرینگو بگو تو سالی که گذشت چیکارا کردی؟ والا تو سال قبل که خب خیلی از سلبریتی‌ها گیر دادیم و باهاشون شوخی کردیم. بعضیشون با ظرفیت بودن خندیدن، بعضیشون بی ظرفیت بودن منو کتک زدن. کلی سوژه‌های بامزه بود که توی برنامه گفتیم و فکر میکنم الان یه فرصت مناسبیه که بتونیم چند تا از این سوژه ها رو با هم دوباره ببینیم. یک ویدیو دیدم از آخرین اختراع بشر که از این اختراعی که به هیچ دردی هم نمیخوره. من نمیدونم مثلا چرا اینا رو میسازن، چرا اینا رو اختراع میکنن. الان که چی؟ مثلا الان پوست حبه انگور رو برداشتی، بعد اینا رو بخیه زدی خیلی ظریف و خوشگل و مرتب، مثلا میخوای چی رو ثابت کنی؟ به چه درد ما میخوره؟ اختراع باید یه جوری باشه که کاربردی باشه. الان ببینیم بچه ها چی کار کردن، چه اختراعی رو انجام دادن، چقدر کاربردی. این سیخ داغ کنه برای رانندگان عزیز که وقت پیکنیک ندارن، داغ میکنن سیخو به این صورت. آقا ببخشید سیخو میذارین تو ببینن ملت عزیز. بله اینو میذارن تو، سیخ قرمز میشه و مواد افیونیشون رو استعمال میکنن. بله تعداد بالا هم هست. ببینین اختراع به این میگن. خواهش میکنم تشویق کنین این مختره عزیز رو، کاربردی به درد همه میخوره. الان خود من واقعا سختم بود که موقع رانندگی بخوام با گاز پیکنیکی سیخ داغ کنم. خب ببینین الان چطور آخه من این کار انجام بدم؟ با سرعت 100 تا دارم میرم، گاز پیکنیک هم کنارم باشه خطرناکه. ببین الان این اختراع واقعا به داد من رسیده. به نظر من برای موتور سوارام یه فکری بکنین که الان روی موتور هستن دیگه نیازی نباشه برن توی خرابه یه جای بشینن گاز پیکنیکی و این کارا رو انجام بدن. اونا هم کار دارن، سیخ داغ کن همیشه هم همراهشون باشه با یه قیمت مناسب. خب الان شما ببینین اگر سیخ داغ کن بود دیگه ما این صحنه ها رو نمیدیدیم. خب ببینین الان بازار تشنه است، یعنی الان باید سریعتر کالا به دست مصرف کننده برسه. و خب این اختراع که میگفتم یعنی این که مسیر بشریت رو عوض کنه. حالا چه میدونم 4 تا بخیه زدی به حبه انگور رو مثلا میخوای چیکار کنی؟ توی عمل چشم ازش استفاده کنی که چی بشه؟ اصلا نمیخوام اصلا من ببینم، من که همیشه عینک میزنم. جا داره یک بار دیگه ما مخترع سیخ داغ کن رو تشویق بفرمایید. خواهش میکنم تشویق بفرمایید. احمد آقا بادیگارد شخصی لات بامرام و معرفت جنیفر لوپس عزیز هستن. بچه نشون میده که این یه لاته، یعنی جنیفر یه لات بامرامه. هفته قبل کاملا این موضوع رو شکافتیم و مشخص کردیم که احمد آقا محافظ این لات بامرام و با معرفت جنیفر لوپس نبوده، فقط یه خالی بندی 10 ساله بوده که همه رسانه ها هم بهش دامن زدن. منتها حواسمون نبود که بعد از برنامه جنیفر لوپز یه مصاحبه داشت که به این شکل آبروی ما رو برد.
من عاشق احمدم، اون بهترین محافظ من بوده و همیشه واقعا از من محافظت میکرده و حتی که بعضی وقتا من از اون محافظت میکردم، نمیدونم، همه جا بود، اینجا، اونجا، تقریبا همه جا. و خب ما با هم دیگه خیلی صمیمی شده بودیم، اون یعنی دوستی خیلی خاصی داشتیم ما با هم، یعنی یه چیزی وقتی بریم توش دیگه رفتیم. به قول احمد وقتی که میرفت توی یه چیزی دیگه در نمیومد. الان توی مغز من همیشه بهش فکر میکنم. اون میخواست بره ایران و نقش افسانه‌ای قول برره رو بازی کنه و به خاطر این ما مجبور شدیم که از هم جدا شیم. دلم برش تنگ شده. یه بار آب اگر ببخشید که شما رو ناراحت کردم جنیفر. ایشور. و همیشه احمد منو یاد الویس میندازه. البته نه الویس پریسلیا، الویس قلابی، چون فکراشون شبیه همه، یعنی یه جورایی خالی چی میگن؟ خالی بندیه و توی خالی بندی خیلی شبیه به هم بودن. دیگه جنیفر لوپز هم در مورد الویس قلابی تمام ماجرا رو میدونه. خب تا من برم دنبال این سه تا سینم بگردم، شما ادامه برنامه رو داشته باشین دیگه، من باز میام دیگه، قربونتون برم. باشه، باشه. برو خدا حافظ. بریم واسه بخش بعدی. تو سالی که داره میره ستاره هایی تو آسمون هنرمون خاموش شدن، هنرمندان نازنینی که خودشون دیگه پیشمون نیستن، اما یاد و خاطره هنر و آثارشون بیشک برای همیشه تو ذهن و دل و تاریخمون جاودان باقی میمونه. به یاد هنرمندای فقیدمون رادیو جوان ویدیو کلیپی تهیه کرده که با هم میبینیم. در این قسمت برنامه یه مهمون ویژه داریم. دیجی ال یکی از دیجی‌های جوان رادیو جوانه که خیلی موفقه و در ضمن یکی از دوستای نزدیک منم هست. علی پیشاپیش عیدت مبارک، چه خبر؟ پویا جان خیلی خوشحالم اینجا هستم. عید شما مبارک. نسیم جان عید شما مبارک. و عید تمام دوستان که در نیام کردن برنامه آر جی تی وی مبارک. و چه خبر؟ خبرهای خوب، برنامه‌های زیاد، خدا رو شکر عید میشه، برنامه 10 برابر و دیگه سرمون شلوغه، سرمون شلوغ. علی پارسال یه پادکست جدید رادیو جوان شروع کردی به اسم دور دور. بله. بازخوردش چطور بوده تا حالا؟ ببین به قول معروف به زبون خودمون اگه بگم یه جوری ترکونده فکر کنم. اون خب من خودم دوست دارم راجع به خودم و برای خودم حرف بزنم. خب مسیجایی که میاد، ایمیلایی که میاد روی اینستاگرام و این چیزا مردم خیلی خوششون اومده و از دوستانی که گوش میکنن بهش ممنونم. من البته قبل از اون بعضی هم میدونن حدود 8-9 سالی برنامه دیگه داشتم به اسم امبکس شو که نزدیک 80 تا اپیزود مختلف داشتیم و بعد از اون گفتیم بیایم یه خورده عوضش کنیم. دلیل خاصی نداشت، فقط اینکه یه مقدار استایل موزیک عوض میشه. گفتیم که دور دورم شو جدیدی باشه که ایشالا مردم استقبال کنن، که به نظر میاد اونجوری بوده و ممنونم ازتون. علی جان شما به شهرهای مختلفی دور دنیا سفر میکنی، تو پارتیهای رادیو جوان دیجی میکنی، خودت کدوم یکی از این شهرها رو بیشتر از بقیه دوست داری؟ خب ببین سوال های سخت که میپرسی منم باید جوابای سخت بدم تا صبح اینجا میمونیم. ولی اصل کارش اینه که راستش بخواه خب پارتیهایی که جمعیتش بیشتر باشن خب انرژی خیلی بالاتره، خب به ما دیجی هم خیلی بیشتر خوش میزن و ما این شهرها رو بیشتر تو ذهنمون میمونه. ولی حالا چیزی که من در گذشته دیدم اینه که شهرها و کشورهایی که نزدیک به ایران هستن مثل ترکیه، گرجستان، دبی، اینا
پارتیش یه جوری اصلا یه حال و هوای ایران رو داره، میدونی چی میگم؟ و به ماها خیلی بیشتر خوش میذاره، چون انرژی اصلا یه انرژی مثبت، اصلا یه چیز خاص خودشه که ما جای دیگه تو شهرها و کشورهای دیگه نمیبینیم. و من خیلی بی‌صبرانه منتظرم این که تا چند روز دیگه برگردیم بریم دبی و ترکیه و گرجستان، پارتیای نوروزی رادیو جوان ادامه‌شون رو اونجا انجام بدیم و امیدوارم که دوستانم بیان با ما باشن و سال نو رو جشن بگیرن و بزنن و برقصیم و حال کنیم دیگه. علی میدونم که امشب دست خالی نیومدی و برای بیننده ها یه ایدی و یه کادوی آوردی. بله، دو تا ویدیو میکس براتون درست کردیم که امیدوارم که از این خوشتون بیاد. چند تا ریمیکس های خودم هستش، چند تا آرتیست های رادیو جوان توش هستش و بزن به رقصی دیگه، بزن به رقصی و شاد و باحال. مرسی علی که امشب اومدی. با هم بریم و میکس اول دی جی ال رو ببینیم. من با تو از زندگی کنم، من با تو دور از تصفانم، ما با هم حسمون عالیه، دنیامون غرق خوشحالیه. من بی نگاهه بی اعتبارم، عشقت نباشه چیزی ندارم، تو انتخاب دیوونگی نی، هم زندگی تم هم زندگی نی. من به دوباره احساسه جونم رو بدر کنم، پای تو بزر باشه منطق ندارم. من به تو بود احساسه جونم رو بدر کنم، پای تو بزر باشه منطق ندارم. منطق دارم، منطق ندارم، منطق دارم، نه منطق ندارم. DJ Al Remix. اون لباد میشم با همه تو قیافیت و با منی که انقدر فداد میشم. برقص بام عقب جلو با این بری اون بری شیکت، خانوم انقدر تکون میخوری یه های نریز پیکت. وای من الان مست و دلم، تو هم نزد دیگه دست رو دلم، قربون اون رنگ لباد بگو که اجازه هست که برم. من الان گیج تو هم، چقدر خوبه الان پیش تو هم، الان چند وقته که من شب و روز و درگیر تو هم. بیا سری بیا سری جونم چه بسری، بیا سری بیا سری جونم چه بسری، بیا سری بیا سری چه بسری چه بسری، بیا سری بیا سری چه بسری چه بسری. شب اون شب هست کلی یادم داره برم، ولی دلم تنهاست، دلم تنهاست. بده عشقم فیکم باشه، بده بیا به مشکین بچه به با دل سیاد، با مشکین باز یه گوشه ای ما لش میکنیم، مشکین ماز با بیس سنگین مش میکنیم، رستیج ما رخ ممنوع گردن و فقط لق میکنیم، شب مال ماز آینه یه جلد کنسل ما فرق میکنیم. اصلا ندارم ندادم حال هیچ کسی، بس بگو دلت تنگ شده باز من عوضی. Yeah.
دلم کوتاه میاد، آخه بگو این همه ناز و عشق از کجا میاد؟ قرار نیست من یه تنه دلم برات شور بزنه، اصلا چرا آدم باید حرفای ناجور بزنه؟ هوامو داشته باش گلم، تو هم یواش یواش گلم، قلب منو ببر ولی دل بسوزون براش گلم. چجوری عزیز دلم شدی همه چیز دلم، تو رو که میبینم تر مرتبه میریز دلم. فکر کن ازت دل بکنم اونم با این حال بدم، تو که دیدی به خاطرت به دنیا پشت پا زدم. رادیو جوان امسال با همکاری یکی دیگه از شبکه‌های ایرانی برای اولین بار برنامه جویستیک رو پخش کرد. جویستیک اولین برنامه تلویزیونی گیم به زبان فارسیه که با استقبال خیلی خوبی روبرو شده. 13 قسمت فصل اولش تموم شده، از اواخر فروردین فصل دو شروع میشه. این برنامه چالش‌های مختلفی داشته. یکیش گیمز اوردز بود، انتخاب بهترین بازی‌های 2018 که جوایزش هم داده شد. این برنامه تمام کنسول‌های گیمی رو پوشش میده، از اخبار گیم‌های جدید داره تا قسمت‌های هنزان. تو فصل دوم قسمت‌های جدیدی اضافه میشه، خیلی‌هاش بنا به تقاضای شما مخاطب‌ها بوده، خیلی‌هاش هم قسمت‌های جدید و جذابیه که به زودی می‌بینید. بریم پروموی نوروزی جویستیک رو ببینیم. توی جویستیک ویژه نوروز میخوایم از 7 بازی یا استودیوی حرف بزنیم که حرف اولشون با سی شروع میشه. توی باکس شات به 3 بازی میپردازیم که از ژانرهای مختلفن و عالی عذاب در اومدن. فیتالیتی اختصاص داره به یه بازی نه چندان متفاوت اما جدید از یوبیسافت. واسه بخش جنریتور یه سر میریم سواد و اوج و فرودی استودیوی قدیمی رو بررسی میکنیم. یه سر به نمایشگاه گیمرکان میزنیم و گزارشش رو با هم میبینیم. دو تا بازی هم هستن که قراره تو بخش نوستالژی ازشون یاد کنیم. اپیزود ویژه نوروزمون رو به هیچ وجه از دست ندید. فوتبال بین ایرانی‌ها یه بازی پرطرفداره. پیشرفت دنیای گیم جذابیت بصری اونو چند برابر کرده. همه اینا باعث لذت بخش بودن این گیم میشه. حالا تصور کن گلای بازی تو یه دنیا ببینن. تازه اگه رفتی فینال جایزه هم بگیری. برنامه تلویزیونی جویستیک با افتخار برگزار می‌کند. تورنمنت آنلاین فوتبال فیفا 19 بدون پرداخت هزینه و با ثبت نام کاملا رایگان با جوایز گیفت کارتی پلی استیشن برای شما، برای تمام ایرانیان در سراسر دنیا. صحنه ها و گل های خوبتون در تورنمنت تو برنامه تلویزیونی جویستیک برای همه دنیا نمایش داده خواهد شد. فیفا بازا وقتش خودی نشون بدن. جویستیک کاپ. اطلاعات بیشتر صفحه اینستاگرام جویستیک تیوی شو. همین که سالمون با بهار شروع میشه یه بهونه ناب برای همیشه سبز و جوان موندنه. ما در 15 سال گذشته این افتخار رو داشتیم که هر نوروز کنارتون باشه. شما در تمام این سالها با تماساتون ما رو مورد لطف و محبتتون قرار دادیم. یک کلیپ ویژه و خاطر انگیز داریم از پیام‌های نوروزی شما مربوط به 10 سال پیش، وقتی برنامه سال تحویل ما فقط از رادیو پخش می‌شد. میریم با هم می‌گیم. من ایمانم از عید شما مبارک. سلام، من لیلا هستم، از اسپانیا زنگ میزنم. خواستم سال نو رو خدمتتون تبریک بگم و تشکر کنم به خاطر برنامه‌های خوب و دوست داشتنیتون. ان شاءالله که موفق باشین، به خدا می‌سپارم. الو، سلام، من سهیل هستم. اینجا با دوستامون نشستیم، می‌خواستیم که عیدو به شما تبریک بگیم. بچا حاضری؟ رادیو جوان سالانه کنسرت‌ها و پارتی‌های زیادی تو سراسر دنیا برگزار می‌کنه که خیلی هم پرطرفدارن و استقبال خوبی هم ازشون میشه.
پوریا یک کلیپ مخصوص از پارتی هفته گذشته لندن که خیلی از سلبریتیام توش بودن برامون آورده. با هم بگیریم. پارتی های رادیو جوان تو شهرهای مختلف دنیا الان هم در حال برگزار شدنه. اگه میخواین از ایونت های جدید با خبر بشید و خودتون رو بهش برسونید، میتونید پیج اینستاگرامش رو دنبال کنید. رادیو جوان ایونت. رادیو جوان ایونت. پیج رادیو جوان ایونتس رو در اینستاگرام فالو کنید تا بتونید ویدیو و عکس‌های برنامه‌های گذشته رو ببینید و همچنین از مکان و تاریخ برنامه‌های آینده با خبر بشید. اینستاگرام ما رادیو جوان ایونتس. با غرور و افتخار میتونیم بگیم اپلیکیشن های رادیو جوان پرطرفدارترین اپ های موسیقی و انترتینمنت بین فارسی زبون ها هستند. هدف ما همیشه به روز نگه داشتن سایت و اپلیکیشن هامون بوده تا قدم به قدم با نوآوری های روزانه پیش بریم که خوشبختانه خیلی هم موفق بودیم. اپلیکیشن های ما اکثر قابلیت ها و حتی تو بعضی از موارد بیشتر از امکانات اپلیکیشن های پیش رو تو این زمینه رو دارن. بعضی از این امکانات بسیار محبوب که سال گذشته به کارنامه ما اضافه شدن، معرفی دسکتاپ اپ برای کامپیوترهای شخصی شما، اپلیکیشن برای سونوس، نسخه جدید اپلیکیشن اپل تیوی با امکانات بیشتر و یه قابلیت خیلی باحال که چند ماه پیش معرفی شد و خیلی هم زود به محبوبیت رسید، امکان جستجوی فارسی آهنگ‌ها از طریق ترانه توی اپ موبایل. مثلا اگه حتی فقط یه قسمت از شعر یه آهنگو یادتونه، میتونین اونو به فارسی تایپ کنین تا آهنگ مورد نظرتون رو خیلی راحت پیدا کنین. از قابلیت‌های دیگه اپ سینک موزیک، ساخت پلیلیست شخصی و گذاشتن استوری زیر آهنگ دلخواه شماست که تو همین برنامه بیشتر بهش میپردازیم. بریم چند تا از استوری های شما رو با هم ببینیم. با اون نگاه صد ریش داری دلو در جا میبری، زیرا رو میکنی دل آدم ولی نمیمونه اثری. با اون نگاه یه سود بزن با ریتم من، تو ست دارم لالالاله چه فازیه. نری خواستی کم باش ولی باش یار جون جونی، تو دیگه بامونی آخه کیو میسوزونی. خودم کنارت میمونم بی خیال کل دنیا، نه دیگه فکرشم. من بدنام حالم شم، شبام همه ماتم شم، تو حال از دو تا چشمای مهربون تو رد شم. از اولش تو اون کسی بودی که دل من میخواست، تا اومدی رفت از سر من هوش و حواس. عشق تو شد همه دنیامو، اونی که میخوامو پر شد از حس تو قلبم. دل ببند به من که با این که مسیرم اشتباهه،
اگه میشنیدی اعتراف منو میدیدی که سخت بوده اجتنابش، دائم درگیرش. برگشتم دیدم حالت خوبه، قلبت این ساعت میکوبه، مبتلای تو هم و باختم دل به نگاهت. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هر کی تو. آره تو رو پیدا میکنم، این شهر رو شینا میکنم، آره غوغا. برگشتم دیدم حالت خوبه، قلبت این ساعت میکوبه، روز هفته رو از تو خواهش میکنم، از پیش من نرو. پوریا، خیلی از همون سوال میپرسن چطور میتونن استوری ضبط کنن و توی اپ بذارن. استوری گذاشتن فعلا فقط روی iOS قابل اجراست. البته خبر خوب این که نسخه اندرویدش هم به زودی میاد. خیلی کار راحت و باحالیه. بچه های کلیپ آموزشی ساختن که فکر کنم جواب همه سوالا رو بده. بریم با هم ببینیمش. امروز میخوایم نحوه استوری گرفتن تو اپ رادیو جوان رو بهتون یاد بدیم. اول اپلیکیشن رادیو جوان رو باز میکنین، بعد آهنگ دلخواهتون رو انتخاب میکنین. بعد اینکه رو آهنگ دلخواهتون زدین، ممکنه یه سری استوری رو پایین صفحه ببینین که از قبل توسط تیم رادیو جوان برای نمایش تایید شده. حالا برای استوری خودتون چیکار کنین؟ خیلی راحته. دکمه ریکورد ویدیو استوری رو میزنین و شروع به استوری گرفتن میکنین. برای استوریتون میتونین از آپشن‌های مختلف استفاده کنین. مثلا برای شروع استوری میتونین تایمر بزنین. این برای زمانیه که میخواین دوربین رو یه جای ثابت یا دورتر بذارین و از خودتون استوری بگیرین. دومین آپشن اینه که میتونین دوربین رو بچرخونین. این برای زمانیه که بخواین از کسی که جلوتون وایساده یا حتی از خودتون جلوی آینه فیلم بگیرین. سومین آپشن هم اینه که میتونین استوریتون رو از هر جایی از آهنگ شروع کنین. مثلا اگه تو آهنگی که انتخاب کردین طول میکشه تا خواننده شروع به خوندن کنه، شما میتونین آهنگ رو جلو ببرین و از زمان دلخواهتون شروع به ضبط کنین. در نهایت هم با دکمه سیو زدن استوری گرفته میشه و برای ما یه نسخه ارسال میشه. تو سال گذشته رادیو جوان برای آرتیستاش تعداد زیادی موزیک ویدیو تو کشورهای مختلف ساخته که خیلی هاشون پرهزینه خاص و متفاوت بودن. موقع ساختن این ویدیوها اتفاقات جالب و دیدنی هم میافتاد و چون دیدن پشت صحنه ها همیشه جذابه، قسمت های باحالش رو با حضور خود آرتیستای محبوبتون انتخاب کردیم تا با هم ببینیم. سلام عرض می‌کنم، امیرحسین افتخاری هستم، سر ضبط ویدیو مرابخان هستم توی استانبول. بهتون نشون میدم الان توی در واقع بکستیج و بکستیج که ندارم کنم رو سه تور صحنه هستم، کارایی که بعدا خیلی خیلی زود خواهید دید با عماد عزیزم کارگردان و دوستمون که ترکیه هستن. بودو بیا اینکه نقش خیلی خیلی قشنگ و بسیار زیبایی رو خیلی زود خواهیدی تونتو مردم که یه دقیقه بشه آنه عزیزم، خیلی خیلی زحمت شدم، خیلی کار رو انجام دادیم عزیز دلمون، که اصلا از کیوفه و چهره مشخصی که چقدر خبر خوب روه عزیز دلمون که برای میکاپ و دیگه ترشونه و پدر عزیزمون که میگم را حتما خواهید دید. خود این داستان هم یه دونه بگیر و خیلی خیلی زود به دستتون خواهیم رسید. فقط و فقط همه اینا امسال فالوورامون تو اینستاگرام از مرز 6 میلیون نفرم گذشت. ممنون از شما خانواده خوب و همراه‌های همیشگیمون. ما تمام سعیمون رو می‌کنیم که هر روز متفاوت‌تر و بهتر باشیم.
بریم کلیپ 8 و 7 تاپ 10 رو ببینیم. کردم من به چی عادت کردم، چی کارم کردی تو به چی عادت کردی، چی کارت کردم من به چی عادت کردم، چی کار توی چشم تو نگاه مثل شابه که قذر، لب تو قنچه یه نیمه بازه با تن تو، آتیش سوزنده یه دا قد تو، مثل سپیدار بلند دل تو، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند، نرتر از صبح پرند. حالا از چهارشنبه سوری جشن قبل نوروز بگیم. شب آخرین چهارشنبه سال دم غروب آتش به پا می‌کنیم و با شادی از روش می‌پریم و زردی من از تو، سرخی تو از من می‌گیم و می‌رقصیم. آخر شبم بچه‌ها و نوجوان‌ها سرشون پارچه می‌اندازن و در خونه همسایه‌ها میرن، با قاشق به ظرفا میزنن و شیرینی و شکلات هدیه میگیرن. یه کلیپ شاد از مراسم چهارشنبه سوری امسال تو کالیفرنیا داریم که با هم میبینیم. تو پارتی‌های رادیو جوان و ایونت‌هاشون شرکت کردین؟ من بله، من این شانس رو داشتم که چند تا پارتی توی LA یا توی وگاس بوده من بودم، شرکت کردم، خیلی هم خوش گذشت. سال نو مبارک، صد تا به این سال‌ها، خیلی ممنون. خواننده مورد علاقتون چه تو ایران و چه اینجا چی هست؟ من ایرانی بهزاد لیتو رو دوست دارم، اینجا هم خارجی آریانا گرانده. آیا تا به حال اسم رادیو جوان شنیدین؟ بله 100%. دنبال میکنین برنامه هاشو؟ بله هر روز اپشو خیلی یوز میکنیم تو ماشین تو خونه. اما خوش رضا افک زده و شکسته، هر کی به دستش افتاد، هر کی به دستش افتاد. اول سلامتی و سر، دوبارم که جیب پرپول و به قول معروف هر چی که خدا میخوام بهشون بده دیگه. نوروزو خیلی دوست دارم. باغ بهار نارنج واسه تنهای خسته، یه جای خلوت و دل عشق که تو این زمون، عشق که رفته از یاد، عشق که رفته از یاد. همیشه قبل تحویل سال پای سفره هفت سین یه شور و حالی هست، فرقی هم نمیکنه چه ساعتی باشه، سر صبح باشه یا نیمه های شب. همه هر کجا که باشن شاد و سرحال خودشون رو میرسونن پای سفره. بزرگترها حافظ به دست برای جوونها و روزای پیش روشون خوشبختی و خوشحالی میخوان. جوونترها هم خودشون خوب میدونن تو خلوت دلشون کیو چیو میخوان. میگن تو این لحظه ها هر کاری کنی و از دلت هر چی بگذره میشه راه سالت. 98 تون از اون سالها باشه که همه ازتون بپرسن سر تحویل حالتون چی بود که اینطور دل به راه و هماهنگ. یه روز خوب، هوای صاف، یه حس ناب تازه، چی میتونه بهتر از اینا روزتو بسازه؟ میزنم از خونه بیرون
تازه. من با تو خوب خوب حالم، از این که دارمت به خودم میبالم، تا ساعت ها من کنارت میتونم بمونم و یه دیوونم و همه اینو خوب میدونم. برنامه گاف تو سال گذشته برای اولین بار ساخته و پخش شد. گاف نگاه نقادانه و طنزی به آثار و کارهای جدید و قدیم فارسی زبون داره که تو تلویزیون رادیو جوان پخش شده و هرچی تو تولید یک کلیپ اشتباه باشه رو نقد میکنه. حالا این مژده رو به طرفداراش میدیم که به زودی فصل جدیدش با تغییرات باحالی که خواسته بودین پخش میشه. تو فصل جدید علاوه بر نقد آثار ضعیف به کارهای خوب امتیاز میده که مسلماً شما هم تو این امتیازدهی نقش داری. نسیم فکر میکنی برنامه گاف امشب از ما چند تا گاف بگیره؟ بریم با هم پروموی فصل دومو ببینیم. نقد طنز موزیک ویدیوهای فارسی گاف میگیریم، بررسی میکنیم، امتیازدهی کلی به آهنگ و ویدیو کلیپ ها امتیاز میدیم تو برنامه گاف همراه با پخش استوری های گاف گزیده. کاری از مرداد رئیسی شیخ پشمالدین استانبولی به سن دوستانه شوخی میکنیم، با هم میخندیم و یاد میگیریم. پنجشنبه ها هفت شب به وقت ایران نقد و بررسی شاد، طنز و با مزه ویدیو کلیپ های فارسی. تکرار شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 شب. گاف میگیریم و میزنیم و میترکنیم و میریم جلو. آره فصل دوم گاف شو به زودی ارائه از گروه تولید RJTV. از خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا سیستان و بلوچستان، از کردستان تا خراسان بزرگ، همه کنار هم، گوشمون به صدای توپ و چشممون به ثانیه هاست تا سالمون رو سبز نو کنیم. انگار نوروز میاد که یادمون نره مثل بهار عاشق شیم و عاشق بمونیم. میاد تا مثل سرشاخه های رقصون مست نور و بارون شاد و سبزمون کنه، تا دلای ناکوک و کوک کنه که همه سال ساز موافق و خوش بزنه برامون. همراهمون باشین، کلی برنامه جذاب دیگه براتون. به نظر من موضوع مهم در عید رو بوسیه. بالاخره دو تا بوس یا سه تا بوس، اول بریم سمت چپ یا از سمت راست شروع کنیم؟ اونی که دو تا بوس میکنه با دو تا چای میشه سرتش رو هم برد، ولی اونی که سه تا بوس میکنه اومده که آجیلا رو غارت کنه. اونی که چهار تا بوس میکنه نیومده واسه آجیلا، دنبال خوردن خودتونه. بعد این نخود کشمش چی میگه وسط آجیل؟ پسته و بادوما رو برمیداری؟ تخم ژاپنی ها مگه خار دارن؟ اینقدر شما نجات پرستید؟ بزرگ شدی از سن ایدی گرفتنت گذشته دیگه، چه کوفتیه؟ الان دیگه باید خودت ایدی بدی دیگه، خیلی نامردیه. میری خونه فامیل دختر ندارن، یعنی چی؟ فامیل میان خونه، بچه‌شو میبری تو اتاق کتک میزنی؟ واقعا کار زشتیه، ولی خب حال میده. به نظرم بالاخره ماهی بخریم واسه هفت سین یا حامیان حیوانات بهشون برمیخوره. سبزی ما از سبزی شما بزرگتری هستن، یعنی چی این حرف؟ هر سالم یه چیزی میگن نخرید. ماهی قرمز نخرید، حیوانات گناه دارن. سبزه نذارید، گیاهان گناه دارن. سیر نذارید تو سفره، بو سیر میگیرید. سکه نذارید، پر از میکروبه. اصلا هفت سین نچینید، اضافه کاریه. میشه شبای عید بخوابیم یا ناراحت میشین یا باید اجازه بگیریم از شما؟ بعد مادری یه جوری آجیل رو قایم میکنه که CIA هم نمیتونه پیداش کنه.
بعد از اول دیماه میگری دنبالش، آخرم دو روز مونده به ای تو کمد مادر بزرگت لای شورتای یادگاری بابا بزرگت پیداش میکنی، یه مش برمیداری میبینی میری 5 دقیقه بعد میبینی نیست، یعنی هر 5 دقیقه جاشو عوض میکنن، اونقدر فضا امنیتی آدم میترسه اصلا تو خونه تردد کنه. بعد وقتی 8 صبح میای واسه عید دیدنی زنگ میزنی درو باز نمیکنیم، یعنی نیستیم، اینو بفهم، برو بذار بخوابیم جان مادرت. وقتی شب میای برقا خاموشه، یعنی نیستیم. حالا اگه صدای تلویزیون میاد، خب شاید تلویزیون روشن گذاشتیم، یا اگه صدای حرف زدن میاد شاید دزد اومده، به شما مربوط نیست، شما برو خونت. دوست دخترت میگه به عید اعتقاد ندارم، کادو نمیدم، یعنی چی این حرف؟ باید عیدی بدید، این یه سنت، این تاریخ و فرهنگ ماست. از طرفی بعضیشون اعتقاد دارن به عید و عیدی و یعنی میخوان که اصلا عیدی بگیرن، یعنی من باید به اینا عیدی بدم. من نمیفهمم این یعنی چی. اصلا همین سنت هاست که ما ایرانی ها رو عقب نگه داشته. عیدی مهم نیست، مهم اون عشق و علاقه است. یعنی چی بعضی از خانواده ها نمیرن مسافرت، پسر رو تو خونه تنها نمیذارن؟ شاید ما کار داشته باشیم، یه چند روز خونه رو مکان کنید حداقل. واسه این میگم که بمونیم خونه با خیال راحت و تمرکز پیک شادی رو حل کنیم، خدای نکرده از درسامون عقب نمونیم. بعضی از این خانواده ها میرن مسافرت، بچه بدبخت رو میندازن صندوق عقب، به زور با خودشون میبرن. پدر عزیز، مادر عزیز، این بچه کلی کار نکرده داره، یعنی پیک شادی رو باید سریعا حل کنه، اگه حل نکنه یکی دیگه میکنه از درسش عقب میفته. موضوع دیگه این فامیلایی هستن که تا حالا ندیدیشون. عید یکی در میزنه میاد تو، چند تا ماچ هم میکنه، میگه من عموی باباتم. خود بابات یه گوشه ساکت نشسته، این آقا را اصلا یادش نمیاد. خب مگه مجبوری بعد 20 سال رفت آمد کنید؟ بعد تا میشینه دست میگیره تو ظرف آجیل، میگه کلاس چندی عمو؟ تازه به منم نمیگه، به بابا میگه کلاس چندی عمو؟ ما خودمون فامیل زیاد نداریم، دو تا خاله دارم فقط، که اونم هر سال این موقع میرم در خونهشون، چند تا چک و لگد به پسر و دخترشون میزنم و یه دعوای خانوادگی درست میکنم که نیام خونمون. یه عمو هم داشتم که هر سال این موقع از دخترش خواستگاری میکردم، اونا هم گفتن دیوان شوهر داره، دست از سرش بردار، اونا هم قهر کردن امسال نمیان خونه، خدا رو شکر. 13 بدرم 3 تا کوله و 2 تا فرش و یه مبل دو نفره میندازن رو کول من بدبخت، میگن بیار پارک. میرم میبینم بابام و عموم وایسادن دارن با دخترای همسایه وسطی والیبال بازی میکنن، منم باید بشینم یه گوشه آتیش باد بزنم. و در آخر میخوام بگم که تو این سال جدید قدر بزرگترها رو بیشتر بدونید، و اگه دیدی تحت فشار هستن و پول زیادی ندارن برای عیدی دادن، بهشون زیاد فشار نیارید. فرش خونه رو لوله کنید، برید بفروشید، پول عیدی رو زنده کنید. فقط فرش رو لوله کردید مراقب باشید کسی توش نباشه. من یه بار لوله کردم بردم فروختم، داداشم توش بود. به یارو هر چی التماس می‌کردیم داداشم اون پس نمی‌داد، میگفت جایزه خرید فرش ما لای فرش پیداش کردیم. قدر کوچکترها رو هم بدونید، مثلا یه دختر دبیرستانی دیدین تو کوچه میره بهش فحش ندید، اینا میرن دانشگاه ابروها رو برمی‌دارن، یه جوری داف میشن که به غلط کردن میافتید. قدر متوسط‌ها رو هم بدونید، قدر قطورا، قدر درازا، قدر کوتاها، قدر ببخشید داشتم در مورد چی صحبت می‌کردم. آها، عیدتون مبارک. امیدوارم که سال 97 سال خیلی خوبی بوده باشه براتون، و اگه نبوده و اون چیزی که میخواستین بهش نرسیدین، باید بگم که دیگه وقتی نمونده، دیگه کاری نمیتونین بکنین، بهتره همینجا پای سفره بشینین و مثلا یه ذره سبزه بخورین، چیز منظورمون شیرینیایی که توی سفره هست رو بخورین و دهنتون رو شیرین کنین. و براتون بهترین آرزوها رو دارم در سال جدید، و اینکه همیشه شاد باشین و دل و لبتون خندون باشه. قربونتون برم. گفته بودیم که رادیو جوان امسال براتون عیدی داره، و اون آلبوم جوونیه که همین هفته پخش شده، آلبومی که یه سری از آرتیستایی که تحت لیبل رادیو جوانن توش هنرنمایی کردن. براتون یه کلیپ جذاب سورپرایزی درست کردیم از آرتیستای این آلبوم، که بریم با هم دیگه ببینیم. بریم والا ته، بریم والا ته، تایم بزن بیا نمیسی بیلا، بریم والا ته، بریم والا ته، اینجا همه حالا خوبه، داری چی میگی؟ بسی چرا این قفاز ناله میگه؟ شده یکم دلم بگیره، ولی نمیذارم در دیوار رو قم بگیره، هر تلخی شیری نمیخواد مثل این که زهر چای رو قم بگیره. فکر نمیکردم بشه شد، خدا شد، خدا شد، خدا شد، خدا شد، خدا شد، این زندگی ما رو کجا برد، کجا برد، خدا شد، خدا شد، خدا شد، خدا شد، کردم صفر و صد، پاش گذاشتم حالا هوای عالی، نگم برا چه حالی، جای همگی خالی، همش تو عشق و حالم، بی خیالم که چه اتفاقی عجیبه. واقعا چرا، چرا شدی نفس برام؟ تو سفره ای و منم دنبال تو، اصلا همه یه حال
آرزوهام مال تو فقط بگو منو دوست داری بی نهایت خودم رو دیدم آخر کنار بیاد و مرز بالاتر میریم با هم سرت گرمه یه رویا منو دور کن از اینجا سمجه درد فکرتم حسابی عاشقت شدم بی حساب ازت پرم از تو دل نمی برم چشم همین که باز به چشمای تو اینجا هرکی خواست که یه چیزی بشه باشه سر تا حرف و قصه یه بیشا خودم زدن بذار برو تا از ریشه با تبر چی ده نشه آتیش که نبر خوابش چه جیغ لاکش چه شیک و ساکش رو نوک پاشه امشه با جیمی تو آشه بزن شب تو کلا یا از اون فردا چی میشه دیگه بس خانوم نگو تکلیف دردا چی میشه هدف عادیه عشق مولاتیه رسونه دردان ماتیه قطعی باشدی تا بذارم یه بوسه روی لبا تو میری بوی خوبی بارا ایسکونم ببینه تو هم مثل من یا هرچی میفهم میخوایم از یه برنامه پربیننده دیگه براتون بگیم که اتفاقاً نسیم موجوش بوده. نسیم جون از سپات چه خبر؟ سپات خیلی تجربه خوبی بود. فصل اولش سال گذشته پخش شد. یک گپ و گفت خودمونی و متفاوت با هنرمندای محبوبمون به سبک جدید و رادیو جوانی. آرشیو فصل اول سپات مثل همه برنامه‌هامون تو سایت و اپ رادیو جوان هست و میتونیم با سرچ کردن کلمه سپات قسمت‌های گذشته‌شو ببینیم. یک کلیپ از قسمت‌های جذاب فصل گذشته آماده کردیم که میریم با هم ببینیم. این که خب آرتیستای زن الان خیلی بیشتر شدن خیلی خوبه چون امسال واقعا زیاد شدن تعداد آرتیستای زن. خدا شکر هوادارا همیشه پشت منو داشتن و به قولی هوامو داشتن برای همین خوبه خیلی خوشحالم و سعی میکنم هی عددا رو بالاتر ببرم و سعی کنم که کسایی که منو دنبال میکنن خوشحال و خوشحال‌تر باشن. واسه همین شروع کردن خودمون دست به میکروفون شده. من فکر کنم دلیل اصلی این که همه کارو خودمون میکنیم که تعصب زیاد داریم به کارامون. نه که حالا کسای دیگه رو قبول نداشته باشیم اصلا اونجوری نیست ولی خیلی دوست داریم اون ایده هایی که داریم به جای اینکه حالا برای کسی تعریف کنیم و اون طرف پیاده کنه ایده ها رو خودمون. ما اون همه چیمون اینه همه فقط اون زمانایی که میریم استیج میریم کنسرت تفاوت کوچولویی میکنیم و یعنی خب من درس میخونم کار میکنم دقیقا مثل همه. برای کار کردن نه خدا رو شکر خیلی 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 راحتم چرا که الان تکنولوژی جوری شده که شما با یه تلگرام با یه واتساپ مهم نیست کجای دنیا باشی میخوایم فصل دوم اثبات رو شروع کنیم. دوست دارم مثل فصل قبل همراهم باشین. منتظر پیشنهاداتون هستم. تو فصل دوم با هنرمندای جدیدی گپ میزنیم. مثل سحر، کامران و هومن. خیلی از هنرمندای محبوبتون. تو پیج اینستاگرام فالومون کنین و بگین شما دوست دارین از کدوم یکی از آرتیستای مورد علاقتون دعوت کنین. چه سوالایی ازشون بپرسین؟ خب، یه قسمت دیگه از تاپ 10 رو بریم ببینیم. رو بیت سفید عجایب شر دولفت آزاد شدم خوشحالم ننه ایشالله آزادی قسمت همه آزاد شدم چشمامون تره ایشالله بیرون دنیا بهتره آزاد شدم بیا بغلم همه جلو رفتن و من همه عقبم. ما ایرونیا تو همه جشنای باستانیمون یه سفره پهن می‌کردیم. از بین همه اونا خوشاب و رنگ ترینش سفره هفت سینه که تا امروز برامون مونده. سینهایی که نماد عشق و زندگی و شور و جوونه زدنن. سنجد عاشق، سبزه جوان، سمنوی بارور، سکه بابرکت،
سیب سرخ مهربونی، سیر و سماق شاد و بزم‌آور. سفره قشنگ‌کن‌هایی هم داریم مثل تخم مرغ‌های رنگی، نماد زایش، آینه و شمع و آب هم که همیشه نشونه روشنایی‌اند. شیرینی تا کاممون تا آخر سال شیرین بمونه. برای شیرین تر شدنش بریم یک کلیپ زیبا با هم بیم. رادیو جوان امسال مثل هر سال یه چالش نوروزی داره. ازتون خواسته بودیم که تو اینستاگرام از هفت‌سیناتون با هشتگ نوروز آن آرجی عکس بفرستید. از بین تعداد خیلی زیادی عکس چند تا رو انتخاب کردیم و جایزه نقدی برای برنده ها در نظر گرفتیم که تو همین ویژه برنامه بعد تحویل سال برنده ها رو اعلام میکنیم. مرسی که مثل همیشه تو چالشامون شرکت کردین و عکسای قشنگی برامون فرستادین. میریم یه تعدادی از عکس‌ها رو با هم می‌بینیم. دلمون که تو این لحظه های ناب و خاص هنوز با شما و مهمون خونه هاتونی. چیزی تا تحویل سال نمونده. تا همه قصه ها و خستگی ها و تلخی های سال قبلو پشت در بذاریم، تا کوله سبک و سبز و پر امیدمونو برداریم برای سال نو. تو همین لحظه ها و دقیقه ها بین این سال و اون سال از دل و ذهنتون چی میگذره؟ فکر میکنید تو سال جدید آهنگ دلتون چیه؟ آرزوها و عاشقونه هاتون چه سازی میزنن؟ رادیو جوان برای دلای جوان و پر امیدتون همه ی شادی ها و روشنایی ها رو میخواد. سالتون پر باشه از بزم و شور و آوای خوش. کنار سفره بشینیم، دل بدیم به صدای پای بهار. از ته دل از نقاش روزگار بخوایم. خدایا هوای دلمون رو داشته باش. شب و روز سال نو نگاه تو از نگاهمون بر ندار. خدایا کاش بشه حالمون خوشتر از این شه. کاش بخوای حالمون یه جوری عوض شه که بهتر نداشته باشه. آغاز سال 1398 خورشیدی. نوروزتون مبارک، شاد و سلامت بگذره همه لحظه هاش. نوش جونتون ایدیای سبز و آبی و رنگی لایکتان. دعای بزرگترا همراه هر قدم نوی امسالتون برقرار بچرخه چرخ روز و شبش براتون. با ما بمونید، براتون برنامه های باحالی داریم. میخوایم از رسمای شاد شهرهای مختلف ایران براتون بگیم و برنده های چالش هفت‌سین رو هم اعلام میکنیم.
یه بخش دیگه از تبریک های نوروزی هنرمندای محبوبمون رو ببینیم. سلام و عرض ادب، امیدوارم که هر جلسه حال دلتون خوب باشه. بینندگان و شنوندگان رادیو جوان، عیدتون مبارک، لبتون خندون، تنتون سالم، همیشه موفق و سلامت باشید. از طرف خودم و بچه رادیو جوان عید تبریک میگم، شاد باشید و سلام. درود عزیزای دل عاشقتونیم، عیدتون مبارک، امیدواریم سالی پر از شادی و برکت و خوبی و خوشی و چی دیگه. برای همه فارسی زبانای عزیز سر تا سر دنیا آرزوی بهترین ها رو داریم، دوستتون داریم تا ابد. قربون همه. سلام، احلام هستم. سال 1398 رو به تمام بیننده های عزیز آرژی تیوی پرطرفدار تبریک میگم. ایشالا که سالی پر از سلامتی و عشق و محبت داشته باشید، دوستتون دارم. بازم عیدتون مبارک. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. عیدتون مبارک به شنوندگان و بینندگان RJ TV. ما سر پشت صحنه ضبط میوزیک ویدیو عاشقت منم هستیم. امیدوارم که این عیدی رو دوست داشته باشین. نوروزتون پیروز. سلام به همه هموطنای خوبم. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سالی سرشار از سلامتی، برکت و روشنایی داشته باشین. سلام به همگی عزیزای دلم، سحر هستم. سال نو رو به همه عزیزانم به خصوص بینندگان و شنوندگان خوب رادیو جوان تبریک میگم با آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تک شما. توی هر گوشه ایران بزرگ و زیبامون رسم و آیین‌های نوروزی شاد و باحالی داشتیم که بعضیاش هنوزم برقراره. مثلا تو خراسان جنوبی به کل ماه فروردین نوروز میگن، سفره هفت‌سینشون رو روی پارچه‌های سفید می‌شینن، بازی‌ها، ترانه‌ها و رقص‌های محلی اجرا می‌کنن. توی گیلان و جان مازندران خوش صداها و هنرمندا با صدای زیبا و ساز به استقبال نوروز و بهار میرن. محله به محله و خونه به خونه نوروز خونی می‌کنن. یه جور پیک بهارن. بعد تحویل سال نو میدونای شهر پدری من کاشان نمایش‌های آیینی اجرا میشه. یکی از معروف‌تریناش رقص آیینی زنانه‌ای بوده به اسم هدرهوایی یا چرخ زدن تو هوا. سیستانیا روز اول سال نو رو به کوه خواجه میرن، با رقص و پایکوبی جشن نوروز رو برپا میکنن. مردم همیشه دلشاد جنوب و هرمزگان هم نوروز رو با نواها، بازیها و رقصهای محلی سر می کنن. حالا نوبت ستا کلیپ برتر پارساله. اراده کن همین الان قربون خودتو اون لباد میشم، با همه تو قیافیت و با منی که انقدر فداد میشم. برقص بام عقب جلو با این بری اون بری شیکت، خانوم اقا تکو میخوری یه هوی نریز پیکت. وای من الان مست و بلم، تو هم نزد دیگه دست رو دلم، قربون اون رنگ لباد بگو که اجازه هست که برم. من الان گیج تو هم، چقدر خوبه الان پیش تو هم، الان چند وقته که من شب و روز و درگیر تو هم. بیا سری بیا سری جونم چه بذاری، بیا سری بیا سری جونم چه بذاری، بیا سری بیا سری چه بذاری. پنج تا بور و پنج تا سیاه، یکی کمی چون یکی کمی چون یکی کمی چون، هشتا از اون هفتا دیا، یکی کمی چون یکی کمی چون یکی کمی چون. زمه زمه گو دهتا بیان دهتا بیان دهتا بیان دهتا بیان. سنگی میره میخواد مینیمون ودکا. دوباره مبارک باشه سال و حال نوتون، کهنه نشه شور و شادی دلاتون. بالاخره رسیدیم به بخش اعلام نتایج برنده های هفت سین. واقعا همه ی عکس ها قشنگ بودن.
انتخاب بهترین ها راحت نبود. به قید قرعه از بین بهترین ها 10 تا برنده انتخاب کردیم. ببینیمشون. تبریک میگیم به برنده ها. خیلی زود باهاتون تماس میگیریم و جوایزتون رو اهدا میکنیم. تعطیلات و دید و بازدیداتون شاد و پرخنده بگذره. دلتون جوون، سرتون مست، لبتون خندون، دمتون گرم. بریم قسمت دوم میکس ویدیوی دی جی ال که ویژه این برنامه ساخته رو با هم ببینیم. هر که نرخصت گل من
مثل تو کتا بیاد، دل تو کتا بیاد، کتا بیاد. لج و لج بازی چیزیه که هست میونه بازیات، تو خودت با خودت نمیسازی. یه خوش از گلومون پایین نرفته، یه روزو بذار نجنگیم، یه روز نرفته. نمیتونی پیه یه حرفو اینقدر نگیری، میرم ولی دیگه سراغ منو من بد نگیری. امسالم کنار همه سلامتی ها و حال های خوبتون با رادیو جوان و ضرب آهنگ های پر انرژیش شاد و جوان بمونید. خدا نگهدار ریتم با حال دلاتون.